به گزارش روز خوش آمدید من پکس صادقی هستم این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 شب به وقت ایران به مهمترین خبر روز خواهد پرداخت با گذشت پنج روز از حمله اسرائیل به خاک ایران مقام های جمهوری اسلامی همچنان سیاست روایت سازی بر اساس دروغ را که خامنه پیشتر توصیه کرده بود دنبال می کنند در آخرین اظهار نظر مقام های جمهوری اسلامی معاون هماهنگ کننده ارتش گفته جنگنده های اسرائیل از 25 روز قبل در آسمان عراق منتظر در حمله به ایران بودند. مشاور محسن و جزئیات بیشتر در گزارشش. شلیک دروغ برای فرار از حقیقت شکست ادامه روایت های ساختگی مقام های نظامی جمهوری اسلامی از حمله اسرائیل همزمان با تایید اصابت موشک به احواز و آبادان و سایت پیشین تست چاشنی انفجاری در اطراف تهران بعد از شکست در آسمان چرا جمهوری اسلامی روی زمین هم در روایت شکست داد. بعد از عملیات تادق دو حدود 25 شبانه روز تمام آسمان عراق در اختیار هواپیماهای رژیم صهیونیستی و کشورهای حمایت کنندش بود. فاشگویی معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی در یک سخنرانی که قرار بود بخشی از کمپین نظام برای وارون سازی حقیقت حمله اسرائیل باشد. وقتی مشخص شد به رقم خرج میلیاردها دلار پول در خاک عراق اسرائیل و آمریکا تا پشت مرزهای این کشور جمهوری اسلامی را محاصره کردند اگرچه این فرمانده ارتش خیلی زود به بازی برگشت همون جمله‌ای که از آقا فرمودند که اگر بخواهیم تلاوی و حیفا را با خاک یکسان میکنیم آن سوتر در حالی که تصاویر ماهواره‌ای از آسیب جدی به مراکز تولید سوخت جامد موشکات در حمله اسرائیل حکایت میکنند وزیر دفاع جمهوری اسلامی شدت این ضربه را انکار کرد دشمن تلاش کرد هم سامانه پدافندی ما را هم سامانه آفندی ما را آسیب خب در این راستا موفقیت چندانی نداشت. داخل ایلان. ایران صحت داره. نه. همزمان وزیر خارجه ایران هم بار دیگر ورود جنگنده های اسرائیلی به خاک ایران را رد کرد و سایت تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار این ویدیو و با کمک هوش مصنوعی روایت رسمی از این حمله را تصویرسازی کرد. ای که نسبتی با واقعیت ندارد. بر اساس این ویدیو اسرائیل از خاک عراق به ایران حمله کرده و فقط چهار نقطه را هدف قرار داده و سامانه های پدافندی جمهوری اسلامی 78 موشک از 84 موشک ادعایی را رهگیری کردند اگرچه این روایت ساختگی آنقدر با حقیقت فاصله دارد که خود ویدیو اعتراف می کند جوابی برای معمای حمله به سایت فضایی سپاه پاسداران در شاهرود پیدا نکرد نحوی هدف قرار گرفتن تأسیسات شاهرود هنوز مشخص نیست در شرایطی که حساب کاربری منتصب به مرکز فرماندهی فضایی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با زبان اشاره نوشت حمله به شاهرود از آسمان یکی از همسایه های شمال غربی ایران انجام شده و حساب های کاربری هواداران نظام هم با انتشار این تصاویر انگشت اتهام را به سوی جمهوری آذربایجان گرفت اما همزمان با این تلاش های ناموفق در روایت سازی هر روز ابعاد تازه‌ای از حمله اسرائیل فاش می‌شود از جمله اینکه سامانه پدافندی قدیر در یک سایت در نزدیکی اهواز هدف قرار گرفته شده و بر اساس تصاویر ماهوارهای نابود شده همچنان که تصاویر ماهوارهای منتشر شده در رسانه ها انهدام یکی از مخازن پالایشگاه‌های آبادان را تایید کنند جایی که رادار نجم 802 بی سامانه پدافندی 15 خرداد هم هدف قرار گرفت همچنین بر اساس این تصاویر ماهوارهای تایید شده که حداقل یک موشک به سامانه ها که سایت پدافندی حضرت امیر ارتش در جاده اسلام شهر اصابت کرد جمهوری اسلامی مدعی است تنها شش موشک اسرائیل در خاک ایران نشسته و از نه موشک پرتاب شده به سوی تهران تنها دو موشک به اهدافشان برخورد کردند اما تصاویر ماهواره ای نشان میدهد تنها در سایت پارچین در تاسیسات میکسرهای سیارهای چهار موشک اصابت کرده جایی که حالا فاش شده همان منطقه طالقان دو است که جمهوری اسلامی بیست سال پیش در قالب پروژه آماد دست کم 192 آزمایش چشنی انفجاری قابل استفاده در بمب ای انجام داده بود علاوه بر این دو انفجار در تاسیسات موشکی خجیر هم تایید شد با احتساب یک اصابت تایید شده موشک به کارخانه نوآوران صنعتی تکساز مرتبط با برنامه پهپادی ایران و همینطور تایید برخورد سه موشک به سامانه پدافندی s در اسلام شهر دست کم تا این لحظه اصابت 11 موشک به تهران ثابت در شرایطی که با انهدام سامانه های پدافندی در ایلام، ماشهر و آبادان و با لحاظ یک اصابت در شاهرود حداقل برخورد 17 موشک به نقاط مختلف ایران ثابت شد فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی میگویند سامانه های پدافندی ایران 68 موشک اسرائیل را در آسمان عراق رهگیری و منهدم کردند اما تا این لحظه تنها سه بوستر موشک در استان صلاح الدین عراق پیدا شده ضمن اینکه انفجار در شاهرود اتفاقی بود که هنوز جمهوری اسلامی موفق نشده در روایت های ساختگیش آن هم در حالی که شاهدان عینی با ارسال این ویدیوها به ایران اینترنشنال گفتند احتمالا تعداد اثابتها در شاهرود بیش از یک مورد بوده همین مقدار اطلاعات قطر چکانی هم بعد از آن اجازه انتشار در کانال های تلگرامی داخل ایران را کسب کرد که خامنه گفت نباید حمله اسرائیل رو کوچک نمایی کرد وگرنه اولین واکنش رسانه های وابسته به سپاه پاسداران انکار بود دیشب اسرائیل ظاهرا یه چند جور ترقه بازی کرده ولی خب خیلی موفقیت آمیز نبود میگن یه حمله ناموفقی به ایران داشته واقعا آره غلطه سه سال پیش خامنه ای مستصل از افشاگری رسانه های آزاد فرمان داد جریان انقلابی در جنگ روایت ها روایت اول را به دست بگیرد شما اگر روایت نکنید دشمن روایت شما اگر انقلاب روایت نکنید دشمن روایت اما شکست او و جمهوری اسلامی در روایت ساختگی از حمله اخیر کمتر از شکست در میدان نظامی نبود وقتی خامنه ای تصور میکرد آنطور که مارک توین نویسنده آمریکایی نزدیک به یک قرن پیش گفته بود تا حقیقت کفشهایش را بپوشد دروغ میتواند نصف دنیا را پر کند. اما حالا یک قرن گذشته و در اصل رسانه های دیجیتال و دسترسی لحظه ای به عکسهای ماهواره‌ای، ای حقیقت با سرعتی بیشتر از موشک های هایپرسونیک دنیا را فتح می کند. وقتی دروغ همچنان در نعلین خامنه ای گیر کرده مشتبه پور محسن لندن مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک همراه ما هستند آقای محمدی با وجود انتشار خبرهای موثق از حمله اسرائیل به ایران مقام های جمهوری اسلامی همچنان این عملیات رو ناموفق میخونند با توجه به اینکه میدونیم دسترسی مردم ایران به رسانه ها و اخبار موثق به چه صورتی هست جمهوری اسلامی فکر میکنید چه دستاوردی از این سیاست وارون سازی حقیقت داره ببینید مجموعه اقداماتی که جمهوری اسلامی دستگاه تبلیغاتیشون انجام میدن برای اینکه روایت های دروغین بسازند برمیگرده به اینکه سفارشی که به اونها شده از طریق بیت یا فرماندهان سپاه شورای امنیت ملی برای اقلانی سازی اقداماتی است که جمهوری اسلامی انجام داده مشخص هست که اینها میدانستند فضای کشور آسمان کشور رو نمیتونند دفاع کنند اینکه که اومدن این دو عملیات وعده صادقی یک و دو رو انجام دادند مشخص هست که خطای راهبردی علی خامنه ای بوده اما این خطای راهبردی رو اینها باید پوشش بدن منشأ این خطا فشار پیروان درخواست های مربوط به مزدوران سپاه قدس در منطقه و احتمالا گیجی ضربات اسرائیل بوده اما این اقدامات جمهوری اسلامی به هیچ وجه نه تنها وجه بازدارندگی نداشته و اسرائیل همچنان میتواند تهاجم داشته باشه حمله کنه به در واقع مواضع و تاسیسات جمهوری اسلامی حتی در حیمن ساز شکستن حیمنه اسرائیل که هدف اولیه علی خامنه بوده در اون همین موفق نشدند این روایت سازی ها همچنان به دلیل اینکه اینها تصور میکنن حکمرانی مساویس با تبلیغات سیاسی این روایت سازی ها همچنان ادامه پیدا میکند و رژیم به نظر من در یک چرخه نابودی است نابودی هم در عرصه داخلی هم در عرصه منطقه‌ای روایت ها برای بسته‌بندی شیک است از این روند نابودی خود نابودی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته آقای محمدی سخنان معاون فرمانده ارتش درباره حضور 25 روزه جنگندهای اسرائیل در آسمان عراق فکر میکنید چه معنایی داره در سیاست بازدارندگی جمهوری اسلامی چطور ممکنه که با وجود تضمین‌هایی که دولت عراق به عراق داده بود زمانی که به عراق مسافرت کرد آسمان این کشور همچنان به مسیر حمله جنگندهای اسرائیلی بدل شد ببینید اینا برای توجیه شکست هست اینکه حدود بیش از 20 روز این جنگنده ها در آسمان عراق بودند اصولا قابل توجیه نیست نه اسرائیل چنین کاری رو انجام داده نه دولت عراق میتونسته این ماجرا رو بپذیره و روابطی هم که بین امریکا و عراق هست اجازه چنین استفاده ای رو از آسمان عراق نمیده اینا برای توجیه این هست که اینها مورد حملات گسترده موشکی هواپیماهای اسرائیل قرار گرفتن و این حملات هم غیر مترقبه بوده بسیار غیر منتظره بوده برای مقامات جمهوری اسلامی برای پوشش شکست معمولا داستانسازی تا حدودی فکر میکنن که براشون کار میکنه آقای محمدی در فرصت کوتاهی که مونده میخوام این رو بپرسم که مجموعه اظهار نظرهای مقام های جمهوری اسلامی اساسا چه تصویری از تصمیم نظام در پاسخ به حملات اسرائیل به ما میده؟ این نشون میده که علی خامنه ای و شورای امنیت ملی تحت یک شرایط عصبی تصمیم گرفتن به پاسخ بدن و این این پاسخ ها به هیچ وجه نه برای رژیم نه حتی برای سرزمین ایران جنبه امنیت ساز و بازدارنده نداشته شلوغ کردن ادعای شکستن هیمنه اینها در جهان امروز کار نمیکنه. بسیار مشکرم از شما و حضورتون در برنامه مجید محمدی جامعه شناس که از نیویورک همراه ما بودید. و خیلی مشکرم از شما که تا این لحظه همراهی کردید در ایران اینترنشنال با گزارش روز و بررسی گزارشی که مشتبه پور محسن تهیه کرده بود درباره حمله اسرائیل به مناطق و موازی در ایران این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیف در دسترس شما خواهد بود وقت شما خوش